صد روز از ضبط گذرنامه و ممنوع الخروجی آیت الله سید حسین شیرازی، فرزند بزرگ مرجع تقلید جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی می‌گذرد و مأموران همچنان تلاش می‌کنند برای به سکوت واداشتن ایشان از اهرم فشار ضبط و ممنوع الخروجی استفاده کنند، روشی که معمولاً در قبال علما و مراجع مستقل به کار گرفته می‌شود. ابتدا به گزارش همکارم سعید بهاری توجه فرمایید. اعتراضات در ایران وارد 45مین روز می شود و به نظر می رسد مشت آهنین نظام و به خیابان آوردن حامیان حکومت، پروپاگاندای رسانه های دولتی نظام ایران، سخنرانی های رهبر ایران، خط و نشان فرماندهان نظامی و اطلاعیه های وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نتوانسته از شدت و حدت آن بکاهد. در آستانه 100مین روز از ضبط گذرنامه و ممنوع الخروجی آیت الله سید حسین شیرازی، فرزند بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی، و در حالی که نهادهای امنیتی تلاش می‌کنند آتش اعتراضات را با هر ترفندی خاموش کنند و اجازه ندهند اعتراضات با روحانیون و مراجع مستقل از حکومت پیوند بخورد، یکی از ماموران مرتبط با پرونده ممنوع الخروجی آیت الله سید حسین شیرازی طی پیامی حضوری به نماینده آیت الله شیرازی گفت: از سید حسین شیرازی بخواهید دست از انتقاد به نظام در سخنرانی ها و شبکه های ماهواره‌ای بکشد تا گذرنامه ایشان را برگردانیم. روش حکومت ایران در قبال علما و مراجع مستقل همواره ابتدا مواجهه با تهدید و ارعاب و سپس ایجاد تضییقات و تنگناها و سپس بگیر و ببند اطرافیان و نهایتاً حصر و حبس و خانه نشین کردن علما و مراجع مستقل بوده و هست. پیش از این در مرداد ماه سال جاری مقامات امنیتی از طریق آیت الله علوی بروجردی به بیت آیت الله العظمی سید صادق شیرازی پیغام تهدیدآمیزی را ارسال کردند، مبنی بر اینکه ایشان از کنایه و تعریض به نظام و رهبری در سخنرانی سالیانه خود در جمع خطبا و مبلغین در آستانه ماه محرم پرهیز نمایند. لازم به ذکر است که طبق قوانین و مقررات ورود و خروج اتباع ایران، ممنوع الخروجی باید مستند به احکام قضایی اعم از قرار تأمینی و یا تعزیری باشد که در مورد ممنوع الخروجی آیت الله سید حسین شیرازی به صورت غیرقانونی و خارج از مقررات و قوانین موضوعه بوده است. سعید بهاری، اخبارشیه. حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد هدایتی از میشیگان آمریکا با ما هستند. جناب هدایتی سلام، وقت شما بخیر. با عرض سلام و ادب خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستم. آیا حکومت ایران با محدودیت و سرکوب میتونه به اهدافش برسه؟ بفرمایید. صرفا این حاکمیت با سلطه استبداد سیاه دینی که داشته، منطقش رو ما میتونیم بگیم در سه مورد خلاصه میبینیم: یکی پروژه دشمنسازی، دوم متهم کردن مردم و مخالفانش به اختشاشگر، و سوم سرکوب وحشیانه و خونی. اشتباه استراتژیک رژیم ایران آپدیت و بروز نشدن هست و در نتیجه گرفتار شدن در باتلاق انزوا و سراشیبی سقوط. این عرابه کشتار و اعدام رو ما میتونیم ببینیم که از روز اول بعد از پیروزی انقلاب، یعنی 23 بهمن 57، بعد از اون اعدام های سران ارتش و سپس اعدام پیدا کردن اعدام های فلعی، همواره حاکمیت ایران رو با یک ضمانت سلطه‌گری و بقای خودش، یعنی در واقع بقای خودش رو در سرکوب و سلطه‌گری به شنیع‌ترین و خشن‌ترین شکل خودش ظهور و بروز داد. اونا این اشتباه استراتژیک اونها این بود که گمان می‌کردن برای همیشه میتونن با پروپاگاندا یک سویه دروغ به افکار جامعه تزریق کنن و بر جنایات خودشون، غارت بیت المال و خشونت ها سرپوش بگذارن، غافل از این که
با تحول و انقلاب در تکنولوژی و ظهور فضای مجازی، پرده از بخشی از جنایات چند دهه برداشته شد و ماهیت استبداد و توتالیتر بودن این حکومت در واقع عالمگیر شد. ببخشید، برخورد تون و تهدیدآمیز حکومت ایران با روحانیت اصیل به ویژه بیت آیت الله العظمی شیرازی رو چگونه تبیین میکنید؟ بنابر آنچه در پاسخ پرسش اول بیان شد و فارغ از غیر شرعی و حرام بودن و همچنین در واقع غیر انسانی بودن قانون ممنوعیت از سفر، این محدودیت ها و سرکوب هایی که ما میبینیم از جمله تهدید بیت اصیل مرجعیت مستقل و غیر حکومتی آیت الله العظمی شیرازی و نمونه مانند فشار ها و نمونه از این فشار ها مثلا توقیف همین گذرنامه آیت الله سید حسین شیرازی، این نه تنها فاقد نتیجه برای حاکمیت بوده، بلکه سیر نزول و سقوط اخلاقی شرعی و سپس سقوط سیاسی و حکومتی حاکمیت رو سرعت میده، در واقع سرعت بیشتر میده. دستاورد محدودیت های مشابه گذشته این مدعا رو ثابت میکنه، این در واقع یک روال شده برای حاکمیت که مخالفان خودش رو این گونه تحت فشار قرار میده، ولی همواره نتیجه معکوس داشته. ولی چرا یک خرد و یک در واقع عقل هوشمندی این رویه رو مدیریت نمی کنند؟ این جای پرسش بسیار مهمی است که تأسف‌بار هست. بله، به نظر شما آیا اعتراضات جاری روی کرد دین ستیزانه داره و امروز نقش روحانیت در این باره چیه؟ بفرمایید. پر واضح هست که این اعتراضات 40 روزه یا نزدیک 50 روزه که در ایران بوده هیچ روی کرد و نماد تمام عیار دین ستیزانه نداشته، گرچه رژیم ایران خیلی تلاش کرده، بسیار تلاش کرده این اعتراضات و مطالبات مردمی رو به نوعی آغشته و مخلوط با رویکرد دین ستیزانه کنه و با صحنه سازی ها یه در واقع بسیار خنددار و مضحک و تکراری مثل قرآن سوزی و یا حمله ساختگی تروریستی به حرم شاه چراغ و یا حتی شعارهای ساختار شکنانه مذهبی که اینها همش در واقع پروژه های سازمان یافته نیروهای امنیتی هست وانمود کنه که معترضان ضد مذهب بودند یا ضد مذهب هستند، ولی این پروژه هم به سرعت شکست خورد. قضاوت مردم بهترین دلیل، بهترین برای این اثبات این مدعای ماست. وظیفه روحانیت در کوتاه سخن اینه که همواره ظلم را و ظالم را تبیین کنند و یک مقارنه، یعنی خیلی راه کوتاه و شورتات به قول معروف اینه که مقارنه بین عملکرد حاکمیت امروز و آنچه که در تاریخ ما در عملکرد پیامبر و امیر مؤمنان از یک سو میبینیم که اسلام راستین هست و همچنین اسلام دروغین معاویه میتواند و محکوم کردن و همراهی با مردم، اینها وظایفی است که باید حاکمیت که روحانیت اصیل امروز اون رو دنبال بکنه. این نکته پایانیه که من میخوام بگم، در واقع این شعارهای هنجار شکنانه هم که وجود داره و این رو دلیل بر غیر مذهبی بودن معترضان میدونن، باید بگم ثمره دو چیز هست: یک، چهار دهه استبداد دینی بر اساس خانش جعلی سلطه جویانه منافی تعالیم قرآن و اهل بیت صلوات الله علیهم و همچنین آموزش و تربیت غیر صحیح غیر اسلامی آلوده به منکرات که نمونه های اون رو بر اساس داده های تاریخی ما در عملکرد حاکمان ظالم بنی امیه و بنی عباس میبینیم. آخرین کلام من اینه که این شعارها و این جوانان در واقع دستاورد نظام تربیتی همین حاکمیت هستند. اینان فرزندان انقلابند و در واقع واکنش و عکس العمل عملکرد حاکمان به ظاهر اسلامی هستند.
بله، با تشکر از حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد هدایتی که از آمریکا با ما همراه بودند.